20% از آبده های تاریخی ولایت هرات در معرض نابودی قرار دارد. گفته می شود هم اکنون حدود 850 آبده تاریخی در ولایت هرات وجود دارد که از این میان حدود 170 آبده باستانی به شمول مصلای هرات در معرض از بین رفتن قرار دارد. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات امروز در یک نشست خبری با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان مرکزی به ویژه در راستای اختصاص بودجه به ساخت و مرمت آبده های باستانی هرات گفت که اگر به زودی به آبده های تاریخی این ولایت که در معرض نابودی قرار دارد توجه نشود، در آینده نزدیک احتمال فرو ریختن آن وجود دارد. توجه مرکز به ولایت هرات به اندازه یک ولایت معمول هست، یکی از ولایت های دیگه افغانستان است. ما میان ولایت های افغانستان تفکیک قائل نمیشیم، اما باور داریم که انکشاف فرهنگی در هرات باید یک انکشاف متناسب باشه. ما به انکشاف متوازن در عرصه فرهنگ به هرات باورمند نیستیم. همین اکنون مناره های مصلی هرات در وضعیت فوق العاده بدی قرار داره. منار پنجم که همه خبر داره این قسمت از سالها به این طرف خمیده هست، اگر به این وضعیت باقی بمانه احتمال فرو ریختنش هست. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات تصریح نمود که به اساس تشکیلات این اداره در حال حاضر تنها 8 نفر در زمینه حفظ آبدات تاریخی این ولایت ایفای وظیفه می کنند که این تعداد از افراد برای 850 آبده باستانی این ولایت اندک است. آریا روفیان افزود بارها در این زمینه با مقام های مرکزی به ویژه مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور صحبت شده است، اما تاکنون به وضعیت بد آبده های تاریخی این ولایت توجه آنچنانی نشده است. یک تعداد محافظین در بنای تاریخی گماشته بشه، حداقل بنای مهم که ما یک بار پیشنهاد کردیم که حداقل در بنای مهم یک تعداد از محافظین برای ما منظور بکنند. متاسفانه که این امکان از وزارت گفته شده که قبول نداره، وجود نداره. مسئولان اداره مالی هرات نیز کمبود تشکیلات و امکانات در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت را پذیرفته و از تلاش‌هایشان در راستای شریک ساختن این مشکل با مقام‌های مرکزی سخن می‌گویند. وقتی که شما تشکیلات، بودجه و تخصیص ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات یک مروری بکنیم و این مقایسه بکنیم با شمار قابل ملاحظه و بسیار بالای آبدات و بناهای تاریخی، به عمق فاجعه پی میبریم. زیرا در حال حاضر امو حدود 800 آبده تاریخی که در ولایت هرات ثبت و رجیستر شده، شمار انگشت شمار محافظین یا مخدمه ها در فکر میکنم به 10 نفر هم نمیرسه، در حالی که اگر شما اگر امیل لازم در فصل زمستان قرار داشته باشیم و تنها یک برفوری صورت بگیره و قرار باشه که همی افراد تنها برف با معابدات تاریخی پاک بکنم، فکر میکنم 6 ماه در بر میگیره با می شما رو پایین. از سوی دیگر مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات علاوه میکنند که در سال آینده کارهای اساسی مرمت مسجد جامع بزرگ هرات که چند پیش رئیس جمهور غنی وعده آن را داده بود شروع میشود. به گفته مسئولان بازسازی برخی از قسمت‌های مسجد جامع بزرگ شهر هرات که همکنون نیز کار مطالعات تکنیکی آن جریان دارد، یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه‌های بازسازی در هرات خواهد بود. تقریبا از اوایل سال 95 تا فعلحال چندین بار هیئت‌های جهت سروی و سروی تکنیکی و مطالعه میزان مشکلات آمدند، بالاخره احجام ابتدایی را آماده کردن. تا جایی که ما به جریان هم این پروسه پیشرفت کرده و انقریب احتمالاً که قرارداد صورت بگیره و چیزی که ما به جریان هستیم به احتمال 100% که این پروژه در اوایل سال 97 کار از این عملاً آغاز میشه. در حالی از روند رو به تخریب 20% از آبده های تاریخی در ولایت هرات سخن به میان میآید که حفظ و مراقبت از آبده های باستانی و ترمیم و مرمت آن یکی از شرط های شامل شدن هرات در لیست میراث های فرهنگی جهان یا یونسکو عنوان می شود. با این همه مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به این باورند که برای مرمت و بازسازی آبده های باستانی در این ولایت نیاز است تا سالانه 10 میلیون دلار در این زمینه به مصرف برسد.